وزارت مالیه میگوید که در سال مالی 1401 اواید این وزارت نسبت به سال قبل 37% افزایش یافته است. به گفته مسئولان این وزارت، از جمله این اواید 111.5 میلیارد افغانی از طریق گمرکات کشور، 82.4 میلیارد افغانی از طریق ریاست عمومی اواید و اما تبقی آن از طریق دیگر منابع مالیاتی جمع‌آوری شده است. او سکل زمانگا اواید چی دیگه 104.4 میلیارد افغانی دی. چه دغه الحمدلله و 10% زمونږ د عوایدو زیاتوالی ښیي د تیر کال پرتله. مسئولان وزارت مالیه می افزایند که بودجه سال مالی 1402 را از عواید داخلی تهیه نمودند که از سوی کابینت تصویب شده و منتظر توشیح امیرالمومنین می باشد. با گفته آنان در این بودجه برای 150 پروژه بزرگ و کوچک به شمول کانال قشتیپه پول اختصاص یافته است. تقریبا 150 شاوخوا پروژه موږ په نظر کې نیولې وې چې د پروسه کال په نسبت ډېرې زیاتې وې او په دې کې ځینې عایدزا پروژې دي چې زر په عاید راځي هغه دي او ځینې لویې پروژې دي چې د خوشتیپې کانال تر څنګ نیمه کاره ځینې پروژې دي لویې پروژې هغه هم شامل کړي. وزارت مالیه میگوید که در سال مالی 1401 بیش از 4.5 میلیارد افغانی برای حقوق متقاعدین اختصاص داده بود، اما به دلیل برخی مشکلات روند توزیع آن انجام نشد. آنان همچنان افزودند که در سال مالی 1402 سهم متقاعدین را دو برابر افزایش داده است. و پروسه کال که اجرات و نشو نسک کال پا 402 مالی کال که دوی تا بودیجه دی پروسه کال پا نسبت دیر زیاد نیول سوی چه هم اغا کال کور کی او هم دی سک کال دی دوی اغا حق چه دا اغا دوی تا ورسیگی. انشاءالله تم ادا چه پلند وقت که با اغا منظوری راش. با گفته این وزارت آوردن اصلاحات، جلوگیری از فساد، هدف قرار دادن منابع مالیاتی و ایجاد سیستم‌های پیشرفته از دلایل افزایش عواید ملی در سال مالی 1401 می باشد.